بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره نبا سوره نبا در مکه مکرمه نازل شده است. در اول سوره اثبات زنده شدن بیان شده است و در دوام آیات ها بیان قدرت الله سبحانه و تعالی و نعمت های او در این جهان. الله سبحانه و تعالی می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم عم يتساءلون. کافران درباره چه چیزی از یکدیگر میپرسند؟ یعنی مشرکان یکدیگر را از چه چیزی پرسان میکنند؟ علامت سوال برای بزرگ شماردن این امر آمده است و چون با اثر پیدایش رسالت ربانی در عالم به مشرکان از خود رفته در این امر اختلاف ورزیدند. درباره خبری بزرگ، یعنی آنان از خبری بزرگ از همدیگر سوال میکنند که از اثرش بر دلها هیبت، بر نفسها ترس و بر عقلها دهشت میافکند. این خبر عبارت از رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، مجددهنده، نزول کتاب بزرگ و رفشنگر و خبر زنده شدن بعد از مرگ است. بله، بحث طولانی و خلاف بسیار در این باره داشتند. هرچند در حقیقت آن شبهه نیست، خبر راست است که دروغ در آن راه ندارد و امر یقین است که شک در آن موجود نیست. الذي هم فيه مختلفون، همان خبری که درباره اش اختلاف دارند، یعنی درباره این روز گفتگوها و شبه های بسیار میان کسانی که تصدیق و اقرار داشتند با آنان که دروغ و انکار میکردند پدید آمد، زیرا برای آنها خبر عجیب و امری غریب بود. کلا سیعلمون، نه چنین نیست که گمان میکنند، به زودی خواهند دانست. یعنی قسم به پروردگار که به زودی این خبر به درستی این امر را می دانند و زشتی عمل و کردارشان را درک خواهند کرد. آنگاه که اهل قبرها از قبرها خیزانده شوند، آنچی در سینه ها پنهان است پدید آید، حجابها دور رود و امرهای پوشیده آشکار شود. ثم کلا سیعلمون، باز همچنین نیست که آنها می پندارند، به زودی خواهند دانست. یعنی بله، به پروردگار قسم که حقیقت کارها چون زنده شدن از قبر، بهشت و دوزخ، پل صراط، ترازی اعمال و دیگر خبرهای پوشیده که الله سبحانه و تعالی و پیامبرش به آن خبر داده اند بعد از مرگ برای آنها آشکار خواهد شد. الم نجعل الارض مهادا، آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟ رسالت و خبرهای غیبی آن درست است، چون خبر دهنده آن کسی است که زمین را با مستحکمی آفرید، آن را گوارای ساخت، هموار داشت و برای مصالح آبادانی، زراعت و طلب زندگی آماده نموده است. بله، زمین مادر مهربان است که رزق و روزی معلوم و تقسیم شده در آن نهاده شده است. و کوه ها را میخ‌های برای زمین گذاشتیم، یعنی کوه ها را به طور مقرر داشتیم که مانند میخ‌ها زمین را نگه می‌دارد، چنانه که مایل نمی‌شود و به جنبش نمی‌آید. بله، الله سبحانه و تعالی کوه ها را به اندازه مستحکم بر روی زمین تقسیم کرد و با درستی و با زیبایی مستقر ساخته است. پاک است پروردگاری که صاحب لطف و با خبر است. و خلقناکم ازواجا، و شما را جفت جفت به صورت نر و ماده آفریدیم، یعنی شما را دو صنف مرد و زن آفریدیم تا تولد و تناسل صورت گیرد و باقی ماندن شما دوامناک باشد و حیات تحقیق یابد.
زیرا اگر فقط یک صنف می بود نابود می گردید. از همین رو الله سبحانه و تعالی از انسان، حیوان، پرندگان و هر مخلوق دیگر جنسی مذکر و مؤنث را پیدا کرد. و خوابتان را سبب استراحت ساختیم، یعنی خواب شما را راحتی بدنها و تعطیل مصرفاتهایتان قرار دادیم، برای اینکه وجودتان با لذت از خواب راحت یابد و نشاط دوباره برای کار و فعالیت به دست آورد. و جعلنا اللیل لباسا، و شب را پوشش برای آرامش شما قرار دادیم، یعنی شب را مانند پوشاکی قرار دادیم که شما را زیر پوشش قرار می دهد. به همان گونه که چون فرا می رسد به خانه هایتان بر می کردید و از حرکت های حیات آرامش می یابید. و جعلنا النهار معاشا، و روز را وقتی که کسب زندگی گرداندیم، یعنی روز را سبب حاصل کردن روزی و کسب زندگی، زمان برای کار و کوشش و آبادانی و تولید مقرر داشتیم تا زندگی و عمرها ادامه یابد. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و بر بالای شما هفت آسمان استوار بنا کردیم، یعنی آسمان های هفتگانه را با بنای محکم و استوار، سقف بلند و صنعت با مستحکم در بالای سر شما بنا نمودیم، چنانه که در بنای آنها کوتاهی و عیب وجود ندارد. و جعلنا سراجا و هاجا، و چراغ درخشان آفتاب را پدید آوردیم، یعنی آفتاب را مانند چراغ روشن در آسمان مقرر داشتیم، با آن گونه که با حکمت روشنی می دهد و با تقدیر ما طلوع می نماید، نه در سیر و حرکتش خلل وجود دارد و نه در برآمدنش و نشستنش و نه در برآمدنش و نشستنش کمبودی مشاهده شود. و انزلنا من المعصرات ما انتجاجا، و از ابرهای بارانزا آبی فراوان نازل کردیم. آن وقتی که نزول باران فرا می رسد، آبی مبارک، پاکیزه، فراوان و بسیار ریزانی را از ابرها نازل می کنیم که در آن حیات، روش، نموی موجودات و خیر بسیار پنهان است. لنخرج به حبا و نباتا، تا به وسیله آن دانه و گیاه ها برویانیم، یعنی تا به وسیله آب دانه های بیرون آوریم که انسان و حیوان از آن می خورند. دانه ها مانند گندم، جو، جواری و دیگر چیزها که خوردنی های فایدناک و روزی های مبارکی را به دست می دهند. همچنان سبزوات ها، علف ها و درخت های را با آب رویاندیم که چارپایان از آن می خورند. منظره زیبا دارند و سبب زیبایی زمین می شوند. و جنات الفافا، و باغهای پردرخت پیدا کردیم، یعنی با این آب مبارک باغهای پردرخت و بستانهای فراخ پدید آوردیم که شاخه ها با هم پیچیده و شاخچه های نرم و ملایم دارند و منظر نیکو و زیبا را پدید می آورند.